با سلام روز مجدد خدمت دوستان و عزیزان و هموطنانم، خدمت هستم که این روزها مرتب مسئولین جلسه دارند، جلسه پشت جلسه و هیچ کدام به نتیجه نمیرسه، اما در کنار جلسه شوخی های جالبی دارند. آره، با خودشون میگن که ما 38-39 سال کوبیدیم و زدیم و خوردیم و بردیم و بر بچه ها من خواستی بر فرستادیم و ال کردیم بل کردیم، جایی هم نتونیم بریم شاهزاده رضا پهلوی آدم رعوفیه، بچه هم قانون اعدام میخوان بردارن از تو ایران، ما چیز از دست ندیم، برگشتیم سر جای اولمون با زندان های مدرن تر، بچه هم شلوغش میکنیم حقوق بشر و آقا فلان و بیسار و من انواع اصلا مریضی ها رو دارم، من کلکسیون فلان این چیز دارم، من دارو میخوام، شلوغش میکنیم و از این بازی ها. خدمت شما عرض کنم که حالا اسم نمی برم، اسم شاید هم بردم رو ببینم، آقای رئیسی، آقای روحانی، خیلی های دیگه، وزیر دادگستری قبلی، منظور رئیسی اینجا رئیسی مشهد است، آقای یونسی مشاور آقای روحانی که والاخر حالا اسمشون یکی تک تک بهتون میگم. اولند ملت هر بلایی سر شما بیارند، هر بلایی سر شما بیارند، من یکی از بستگانم میگفتش که اگر یک آخوند با یه آدم ساده این حرف مال مثلا 50 سال پیش باشه، این ما میگم اگر یک آخوند با یک آدم معمولی توی راهی رو برند بعد آخونده خمشه توی چشمه آب بخواد بخوره، این آدم معمولی با سنگ بزنه آخونده رو بکشه در حال آب خوردن، بازم تقصیر آخونده است. خب دقت کنید، اینجور شیعه آخونده رو میشناختم. خشم ملت، خشم این نسل جوانی دهی 60 دهی 50 دهی 70، خشمیست وحشتناک. من میدونم با شما چه میکنن، قیمه قیمتون میکنند، تیکه تیکتون میکنند، جگرتون در میارن. شماها بسیج کثافت اون نیروی انتظامی بی شرفی که هنوز نمیفهمم از کی دفاع داری میکنید، از کی داری دفاع میکنید، از جنایتکار، از خیانتکار، از دزد، از کسی روزگارت سیاه کرده به خاک سیاه نشوندته، کسی که ذلیلت کرده خارت کرده، از اون دفاع میکنی؟ پس تو هیچی نداری. این ملت هر بلایی سر شما بیارن حد اقلشه که یه سر بلایی سر تو خواهد آورد. یا آقای بود مشهد، چون تو خانمبازی خیلی حرفه‌ای بود، روز بهش گفتم جیگرتو در میارند، آه بابا ما فلانم بیزارم به مدارم بچه پای خیابونم، گفتم حالا باشه. خلاصه اینو با زن شوهردار گرفتند و فرستان زن زندان وکیل آباد. سالت من مثلا 27-30 سال قبل همون شب اولی رو تیکی تیکش کردن، چون اکثر کسی تو زندان بودند خوزراشون بیرون بود دیگه، اینم یه آدمه به این اسم با اتهام رفته بود، همون شب تیکه تیکش کردند. شما فکر زندان جای امنی برای شما؟ خیلی ها میان تو زندان که تو پدر شما درن روزگارتون سیاه کنند، نفستون ببرند. البته اگر من کاری بودم که بینید قبول نمیش پستمت نمیتون قبول کنم، نمیکنم هم در حد مشاوره شما رو ببردم توی کبیر کبیر آباد کنم، اونجا سو کار میکشیدم، تنبلی میکردید با شلاق با شلنگای گاز سیاهتون میکردم، با پس بدید مفتقوری رو، اما حالا تا قانون برش میکردید. اما از خشم خفته این مردم و فروخورده این مردم چون خلاص ندارید، هر جای دنیا که باشید میان و پیداتون میکنید، حقشون هم هست، کردی باید ببینید، یه قاعده هست،
اون بسیجی که فکر میکنه مثلا هنوز هم میتونی نه دوست عزیز، نه برادر من، نه هموطن من، اگه هستی دیگه مردم حرکت کردن، مردم این حرفا سرشون نمیشه، مردم تجدید قوا کردن، ضعف شما رو فهمیدن، روز به روز تحلیل دارید میرید، تحلیل هم رفتید. بچه هم بهتون بگم، بچه بسیج ها چند روز پیش جلسه داشتم شورای امنیت بعد از تهدید کنگره آمریکا و خود آمریکا، گفتن سلاح دستشون بدید اما توش فشنگ مشقی بذارید یا هر 10 تا سلاح دو فشنگ اصلی بیشترش نذارید، سلاح خالی باشه. حالا میبینید وقتی به تو متوجه میشید و شما اگه سلاح رو مردم بکشید، به تو قبلا گفتم همینا رو گفتم، اما شما ها متاسفانه گوشت رو نمیشنوه، ولی مردم وقتی گوشت نشید تو گوشون فرو میکنند، جیگرتون در میارند، چشاتون در میارند. شما میخواید با 80 میلیون بجنگید، کلتون چند نفرید؟ 50,000 نفر، 100,000 نفر، بیشتر نیستید. در مقابل سیل مردم شما اصلا پشیز حساب میشید، پشه حساب نمیشید. روزگارتون سیاه میکنند. اما با آخونده بگم که شما برفرض اومدید رفتین زندان و شازن رعوف بودن و این حرفا، اما از مرد خشم مردمتون خلاص بشید. اینو بدونید که روزگارتون سیاه خواهند کرد و خلاصه باد کاشتید، طوفان ها درو میکنید، هیچ جا امنیت ندارید، هیچ جا، حتی تو زندان. این روزها از منابع داخلی من خبر دارم حداقل روز 300-400 تا، بعضیشون 7-10 تا 15 تا پیام برای شاهزاده میفرستند که خلاصه اعلام همبستگی میکنن، اعلام خلاص غلط کردن و شکر خوردن میکنن و از این حرفا، و شاهزاده رو همین سر به قانون قطعا نظر نظری نکردن، من نشنم از شوچی رو قطعا با گذار به قانون و حکومت آینده خواهند کرد، اونا برش رو تصمیم بگیرند. شاهزاده در این مسئله فکر نکنم داد هیچ هر دخالت کنه، فقط تنها چیزی میتونیشون بگم به خاطر قلب رعوفشون، به خاطر انسان بودنشون، یه حداقل حد اکثری داره، شاید ایشون مثلا بگن تا جایی که ممکن هست، چون رؤوفه، قسمت گل خنده بود گریه نداند چه کند، کارش هم نمیشه کرد. اما اینو بدید که کار شما با کرول کاتبینه، با این ملتی که سر کار میاد، با این ملتی که این جنایت های شما، خیانت های شما، دزدی های شما، تحقیر های شما، به خفت انداختن ملت ایران، دم تکون دادن به کشور خارجی، برای عراق، برای سوریه، برای لبنان، برای فلسطین، برای یمن، خب برید دوم تقویم اونجا برید دیگه، نچش ببینید هیچ جا ندارید. و این که شما الان مثلا شما فکر مثلا خب سید حسین خوبی رفت پیش شاهزاده رضا پهلوی، پسر رضایی رفت، محسن رضایی رفت، خیلی ها رفتن پیشش، خیلی ها در این روزا میخوان سعی میکنن برن، چون وقت نداره، ولی دیگه خیلی دیر شده، دیگه تموم شد، دیگه فایده نداره، دیگه حرکت مردم شروع شده، مردم تصمیم میگیرند، قانون برای شما تصمیم خواهد گرفت، دیگه شما کاری میتونید بکنید. خیلی زود دیر شده، وحشتناک دیر شده. و بچه اونه که فکر میکنن شازده از داخل کشور خبر نداره، من جهت اطلاع بهتون بگم، محکمم بهتون بگم، از تک تک شما بهتر خبر دارند، همه این مسئله داخل رو میتونن، چون چه سالم که این کار بودم، بعد به پایه با سر و سر اومدم بالا، تمام مسائل داخلی میدونند. فکر شماها خیلی از مسائل داخلی خودتون نمیدونید، ولی ایشون میدونه، ایشون خوب میدونه، شما خودتون خیلی مسائل نمیدونید، ایشون به تمام مسائل داخلی خارج از تصور شما آگاه هستند. من دو سال قبل گفتم که سیستم بانکی دو سال ورشکسته است. من یک گریز میزنم روی قصه که وقتی من گفتم اگه 80 میلیونم به روحانی رأی بدن، به رئیسی رأی بدن، حکومت ساقط هست، چون حکومتی که پول نداشته باشه هیچ نداره. من جهت اطلاع بگم، اینا اصلا لاپوشونی میکنن، به هم نمیگن. من خدمت شما باز میگم چرا بانک ها ورشکسته هستند. البته این بلا مال بانک های دنیاست، اما کشور ما خیلی حادتر از این حرفاست. در طول این 38 سال، 40 سال با روش جنایتکارانه و خائنانه هاشمی رفسنجانی
وقتی بهره آوردن بالا 15% و اومدن چیز کردن حساب وثیقه رو ملک گذاشتن، روابط هم برقرار بود، یه صندوقدار بانک میذارم بود رامل بانک یا هر کسی میذارم بله قربانگو امضا کن، ماشین امضا بود، مثلا طرف یه زمین مثلا بایر داشت، زمین علیکی داشت، کارشناسی میکرد مثلا 100 هزار زمین مثلا قیمت شد 200 هزار تومان بود، اینو مثلا 300 میلیون 200 میلیون قیمت میذاشتن 70% چه میدادند. الان بانک های ما دوستان به جای ذخیره ارزی، به جای ذخیره طلا، به جای ذخیره چیز ارزشمند، فقط به فقط 90% داراییشون مسکن هست، زمین هایی که رهن گذاشتن، گرو گذاشتن و از اینا پول گرفتند، مسکن هایی که این کار کردند و مسکن هایی که از مردم گرفتند، نتونستن قسطشون از مردم گرفتند، چیزی رو گرفتند. بگه یه نفری زمینی داشت فروخت، یه اسب خرید، گفتن چی کار اشتباهی کرد، گفت چرا، گفت زمین داشتی بهش کود میدادی، به گندم میداد، جو میداد، حالا اسبی خریدی که باید بهش گندم و جو بدی، بهت کود بده. الان بانک ملی وحشتناک مسکن در حدشه، مغازه در رهنشه، گرفته حساب مصادره کرده، گرفته بخواد طلبش، مسکنی که روز به روز مستهلک میشه، روز به روز به پایین میره، روز به روز قدیمی تر میشه، عمر ساختمان 20-25 ساله. الان بعضی از ساختمان هست که در گروه بانک ملی و بانک های دیگه هست بالای 30 سال عمرشونه، یعنی عملا هیچ، حتی برای کوبیدنش باید پول بدن. پس بانک های ما پول ندارند، پولاشون رو همینجوری دادن رفته، اون هم به حالا بعد در کلیپ قطعا این رو جزئیات باز خواهم که پولا چه کردن، چه کار کردن، چه کار نکردن، کجا رفته و چه بازی های خوردن که حقشون هست، باد آورد رو باد میبرد. علتی که من میگم ورشکست از مملکت و بانک ها پول ندارن، یک علت اساسیش همینه، اینا فقط وثیقه دارند، اونم وثیقه های مثلا فرض کنید مثلا یه زمینی مثلا یه ملکی هست که قیمت مثلا الان 1 میلیارد تومانه، پول کارشناس پول میدن 200 میدن 10 میلیارد قیمت میزن 7 میلیارد میگیره، یعنی مسکن هم میخواد بفروشه، بخواد بازسازی نوسازی کنن بفروشه، بازم هیچ جای پولشو پر نمیکنه. ضمن اینکه مسکن های زین ها نگهداری هم میخواد، نگهبانی میخواد، نگهداری میخواد، هزینه داره، آب و برق و گاز داره و از این حرفا. اینه که بانک های ما عملا ورشکسته هستند. این که من بهتون میگم بانک ها ورشکسته هستند به خاطر این هست و این پولی هم که در میچرخه، اینا دیگه میخواستن پول چاپ کنن نتونستن، چون بانک جهانی بشن ایزه برای ایزه نه اگه ایزه اگه این کار میخواستن بکنن باز مثلاشون بدتر میشه و یه دفعه تورم میره بالای 300-400% میشه ترکیه 20 سال قبل و از چه محصول از همی دادن. این است که شما مطمئن باشید تو حکومتی که پول نداره، البته پول هم داشته شما در جای دیگه خرج میکنه فرق نمیکنه، اما حکومتی که پول نداره محکوم به شکست است و شکست خورده است. اینه که به شما میگم حکومت در اون پوسی است و همین خدمت عرض میکنم، پولی نداره، توانی نداره، بدنی پر حجم کارمند و کارگر و فلان هم داره، تولیدی که مثلا کدوم تولید سود سهام چی، کدوم کارپاتی را سود ده هست و نشون بدید، هیچ کدوم، همش رو اجرا کردنه. ولی خب یک بار به جستی ملخک، دو بار به جستی ملخک، سه بار به جستی ملخک به دستید، شما چیکار میخواد بکنید، همه جا باختید. اعتراض مردم، مردم ما تبشون خیلی بالاست. آره برای فقر هست و برای نداری، نه خیر اصلا نیست، مردم اولا فرق ها دارن تظاهرات میکنن، شلوغ میکنن به خاطر تحقیر هاست، نه برای فقر، برای فرقه، فرقی که شما گذاشتید مردم دارن میفهمن، با این لباس و این لبا و این عبا و عمامه اومدید فرق ها گذاشتید، حتی شما اینقدر تکبر به خود درست کردید و خود درست بین خودتون مردم تو نماز دوست اینه که مکه میرن میدونن تلیاردر و میلیاردر و فقیر یه جور لباس میپوشن که تبعیضی بینشون نباشه. این یکی از چیزهایی که در مکه میگن که همه یک جور هستند، یک دست هستند، تبعیضی نیست، همه یه جور دیده میشند. مثلا من اونجا مثلا سلطان چیز من اونجا دیدم، مال این برونوی دیدم اونجا 24 میلیارد داره، با اون کسی 24 هزار تومان نداره یک شی هستن اونجا. وقت شما حتی در نمازتون هم میاد بین خودتون و مردم نرده میذارید جای خودتون بهتر و فلان و بسار، شما ها جزام دارید، شما مریض هستید، مردم مشکل ندارن که. من تو پرواز داشتم میادم از یکی از شهره میادم تهران، یه عروس داما بقید دست نشسته بودند، من یه عطسه کردم،
زنگ زد مهمان داره بود. جایمان عوض کنین آقا سرم خورده. مهمان داره با بسو پرواز بلند شه چشم. با دو سه دقیقه بعد دوباره زنگ زدن. سه بار زنگ زدن. چهار بار زنگ زدن. بعد مهمان داره اومد گفت ما میترسیم سرما بخوریم. ما تازه رو ستاقا دستیم. بعد به مهمان داره گفتن جای من عوض کن. گفت شما رو چرا؟ گفتم من سرما خورده. گفتم سه روزی خوب میشه، چهار روزی خوب میشه. اینا وسواس دارن، مریضن، اینجاشون مریضه. وسواس میبینید. من وسواس رو نگیرم. سرما خوردی پس چهار روزی خوب میشه. شما مریضید. شما تکبر گرفت شما رو، غرور شما رو گرفت. خفتتون میبینم، ذلتتون میبینم. تو دادگاه ها گریه هاتون رو میبینم. که باز چه قرار گرفتید؟ اینطور شد، اونطور شد، اما دیگه فایده نداره. خیلی زود دیر شد. میگه کسانی که به جای کمک کتک رو انتخاب میکنند از قانون اکثر من بیخبرند. روزگاری بر شما میبینم بسودی، روزگاری میبینم بر شما که اون سرش ما پیدا، اون سرش ما پیدا. چقدر بهتون گفتم بذارید برید، حالا جایی هم ندارید. کلیپ بعدی یک مقدار راجع به صحبت با اون روحانی نامحترم صحبت خواهم کرد، چون واقعا نامحترم هست. حالا بعد میگم چرا خائن هست، میگم چرا جنایتکار هست، میگم چرا. ولی خب ما کار نداریم. ما به قول سعدی منگر کی گوید، بنگر چی گوید. اینها برای روشن شدن نسل جوان مردم ایران آگاه شدنشون بهتر است. ایام بکام روزگارتون خوش. که دوستان پیروزار پیروزی همین روز این هر وقتی حکومت درون پاشید بدن حکومت هم برای که تو حکومت هیچی از پسرخ و دختر خاله کسی نیست، کسی دیگه واسه دادم این نمی کنند. چون فهمیدند خاندان پهلوی ایران ساز بودند. رضا شاه آمد چی تحویل گرفت، چی تحویل داد؟ به اینا ایران سوز بودند، به ایران سوز هم هستند، میبینند. یک بهش رو تحویل گرفتن، یک جهنم دارن تحویل میدن، یک زمین سوختن تحویل میدن. همشون هم میفهمن. ایام به کام روزگار خوش.